رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان سیروز یاری میکنم شکم مای پر از خاطی میکنم رمضان سیروز یاری میکنم شکم مای پر از خاطی میکنم رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان سلام امشب 29 ماه مبارک رمضان است و ویژه برنامه زیبا و تماشایی یا رمضانی ما خوش آمدین. باز هم امشب قسمت دوم برنامه خود را از همین ولایت زیبا آغاز کردیم. خب امشب باز هم آمدیم با جمعی از دوستا و همکارای ما. تشکر میکنم از تمام همکارا که باز هم امشب زحمت کشیدن و برنامه را خدمت شما تقدیم میکنن. ما همین اکنون در نزدیک خانه احمد جواد عمری قرار داریم و دروازه اینا را هم تق تق میکنیم ببینیم که اینا آیا خانه هستن یا نه. رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان یا رب یا رب رمضان السلام علیک ماه رمضان رمضان سیروز یاری میکنن شکم مای پر از خاطی میکنن رمضان سیروز یاری میکنن شکم مای پر از خاطی میکنن السلام علیکم السلام علیکم شما بفرمایید خیلی خوش آمدین و سلام بر شما چه حال دارین سلام به شما همکارای تکنیکیتون و مهمانای نازنین خیلی خوش آمدین خب عمری صاحب یک رقم چش میتون کم خوف معلوم بشین خوف نبودین نه استراحت خو نبودم شبای رمضانی است میدونید که وقت نماز بود نه نماز بودم که بیرو برآمدم که دوستان آمد گفتن میمون آمده تشکر میمون ناوقتی شما هستیم و میمون ناخواسته شما هستیم و برنامه هم برنامه یا رمضانی است خودتان خوب میفهمین که شبای رمضانی فرهنگ است و ما از خانواده رادیو تلویزیون سیمایسل آمدیم تا اینکه احوال شما را بگیریم و با شما کمی صحبت داشته باشیم خیلی خوش آمدین یاد و خاطرات نوجوانی ما را تازه کردین واقعا این رسم انانات به فراموشی سپرده شده بود از اینکه رادیو سیمای صلح اقدام دوباره از سر گرفته ما استقبال میکنیم و تشکر از شما که آمدین مهمان ما شدین سلامت باشین بخیر بفرمایید دیگه خیلی خوب همکارا بفرمایید یک گلاس چای عمری صاحب نوش جان کنیم بین برخروشم که ایده تاریکیه بیننده هایت باز هم سلام مجدد خدمت همه شما آمدیم در مهمانخانه محترم احمد جواد عمری عامر شهدا و معلولین ولایت سمنگان و خانه را اینا تازه جور کردن و یک دعا میکنیم جای میگه الهی امین قدم نرسه قدم برسه بلا نرسه خب آقای عمری سلام بر شما سلام بر شما بازم خوش آمدین تمام مهمان عزیز چطور فهمیدین که ما میام این تو زحمت کشیدیم نه از اینکه میدونین که آمد عید است از فامیل آمدگی دارن که به روزای عید میوه و سرخان آمده باشه سفره عیدی خب ما با جمعی از خانواده رادیو سیمای صلح در این فصل ماه مبارک رمضان یک تصمیم گرفتیم که یک کار نو یک برنامه بسیار نو که در سمنگان یک چیز بسیار نو است و یک فرهنگ که در گذشته های به حالت گم یا باقی مانده ما ترویج بیتیم و شما قصه کنین از گذشته ها کمی که برنامه ما خودمانی است و صحبت های خودمانی شاد و شوخ می داشته باشیم تشکر بازم شما را سعادت صاحب سمنگانی صاحب و سایر دوستا را خیلی خوش آمدید عرض میکنم از اینکه برنامه های رمضانی را یاد کردیم خاطراتش خصوصا در دوره های نوجوانی هر کدام با شما از این خاطره داریم هر کدام شب گشتک داشتن رمضانی رفتن در کوچه در گذر خانه دوستا از رمضانی یک خاطرات خود دارن کسایی هست که وقتی که یک جای میرفتن امرای حب پذیرایی میشد یا اصلا دروازه برایشان باز نمیشد و کسایی دیگری بود که بدرقه خوب میکرد طایف در نظر میگرفت برشان یا مبالغ را برشان میداد باز استقبال میشدن باز دوستا که بیرون میبرامدن بازی چیزایی را که جمع کرده بودن از سر کوچه تا پایین کوچه بازی را با هم تقسیم میکردن که سهمی کی چقدر میشه از ما چقدر میشه باز بسیار خوش میرفتن باز شبایی بود که یک دوستا و جوانان تکرار چندین شب میامد خانه‌ای که مثلا یک کمی
مساعدت زیادتر میکرد برشون طایف زیادتر میداد. باز شبای زیاد که میامد با صاحب خانه رو ناگذیر میشد که هر شب باز طرفی از آب برتاب بکنه که یاد دل سرد شبه. اگر فردا شب ما هم اومدیم آدمی آب میپردیم. نه خیر دیگه، حالا خوش روی برنامه دیگه. خب اینا خب برنامه ما ختم شد و خوشبختانه عمری صاحب چنین تصمیم را داشتن، اما حتما یکی غافل ماندن. اگر فنیس از اینکه فرهنگا و قدر در این سال هم نسبت ناامنی و مشکلات اجتماعی که صدرهای مردم است، نمیتونه مردم با خیال راحت از طرف شب براین بیرون نزد اقاربشان برن یا در شهر و بازار به خرید بپردازن یا یکان امور دیگه که دارن به شکل خوبترش انجام بیتن، هی رسم انانات به باد فراموشی سپرده شده. از اینکه شما آمدین خاطرات هراتی ها را، بادغیسی ها را، بلخی ها را و کابلی های اصیل تازه کردین، ما رادیو سیمای صلح و جمع دوستایی که امروز امشب در اینجا آمدن حضور به هم رساندن تشکر و قدردانی میکنم. واقعا جایگاه شما پیش ما خاص است. سپاسگزار هستم از شما. و ما آقای سمنگانی را هم در این برنامه سهم دادیم که بودن اینا خیلی هم برنامه ما را زیبا و زینت میبخشند که اینا اجرای لایف می داشته باشند و آمادگی خود اینا گرفتن در برنامه. و اگر کدام فرمایش داشته باشین این میال وقتش است و حاجی صاحب در خدمت است اجرا میکنند. سمنگانی صاحب خو بلبل افغانستان است، در هر ساز و سرود آمادگی خاص خود دارن و همیشه آهنگایشون از طرف دوستاشون در سطح سمنگان و خارج از کشور پذیرایی خیلی خوب شده و خصوصا در برنامه های دی سال نو از طریق رسانه های محلی و رسانه های ملی ما زیادتر برنامه های رو تعقیب میکنم که در مزار برنامه ثبت میکنن، در کابل ثبت میکنن. واقعا یک گام نیک است و از عمل کرده از اینا ما تشکر و قدردانی میکنم. یک دنیا ممنون از عمری صاحب. تقریبا وظیفه ما شما از ما دیگه دمی برنامه کت شما قریب یک رقم است، به این که شما در معلولین و معیوبین کمک میکنین، رئیس شان هم هستین، کت شان بسیار صمیمی هستین و همکاری زیاد میکنین و ما هم خواستیم که بیاییم پیش رئیس معلولین، بیاییم پیشتر گفتین که کسی آو میپرتاف، کسی کیک کلچه میداد، کسی برادر پیسه نخ میداد، ولی ما پیسه نخ در میپالیم که پیسه شما را گرفته در خانه های به وضاحت کمک کنیم گفته، یعنی تو یک تصمیم گرفتیم، لیکن پیسه را اگر دادین یا ندادین مفت نمیگیریم. ما هنگای آوردیم که بدلش میخوانیم، حتی بدلش میخوانیم، یعنی حالی گوش کنیم که ارزش داره نه. خب پیش از اینکه برنامه شروع شوه دیگه همیجا توفه ناچیزت برتون در نظر گرفته و رسم انانات افغانی ما شما برای شما و سعادت صاحب از اینکه شب گردی میکنین میایین مستحق هستین. تنها برنامه رمضان نه و سایر برنامه های شما رو ما تعقیب کردیم دیگه، اون هم اگر لازم باشه برتون تقدیم بکنم یا میگین در ختم برنامه قسمی که شما لازم میبینین. اگر در ختم برنامه خود او توفه رو ما حتما میگیریم. و یک تشکری خاص از نیروهای امنیتی به خصوص از عامر سمت اول امنیتی ولایت سمنگان فدا محمد نوری که اینا با ما هستن امشب به خاطر تضمین امنیت پروگرام ما و خیلی سپاسگزاری میکنم از شما هم. تشکر، سلام و زنده باشین، ما در خدمت شما هستیم. تشکر، یک کف بزنین. خب اینمی چیزها را عمری صاحب به خاطر نوش جان کردن ها برای ما آوردن و شما هم آج صاحب آهنگ میخوانه و شما هم نوش جان کنین و ما هم یک چیزی بخوریم و حداقل خستگی ها رفع شد. نوش جان قویاش نیم کل را قلب که سرور تل را دوستر نیسویم تراب رمضان کلدی رمضان رمضان کلدی رمضان مبارک بولسن رمضان رمضان کلدی رمضان مبارک بولسن بزگه مبارک بولسن سزگه مای نفرت نیز دوستا مای غفلت نیز دوستا ماهی رحمت از دوستا رمضان آمد رمضان رمضان آمد رمضان مبارک باشد رمضان رمضان آمد رمضان سحر تورین یارانلر ختم قلین قرآنلر سحر تورین یارانلر ختم قلین قرآنلر داد دیب یورسی شیطانلر رمضان گلدی رمضان مبارک بلسن رمضان رمضان گلدی رمضان رحمت آیی ایکن با رحمت آیی ایکن با نفرت آیی ایمسوا غفلت آیی ایمسوا رمضان گلدی رمضان رمضان گلدی رمضان
تشکر. خب یک جان سپاس از آج صاحب، باز هم از ما اجرای مقبولشان در برنامه اجرا کردن و برنامه را زینت بخشیدن. خب همکارای عزیز، در لیست میزبانان امشب ما زیاد هست لیست ما، چون برنامه هم اگر ما هر جای زیاد بشینیم وقت هم کم است و کار ما هم زیاد، خیلی وقت اینا را هم زیاد نمیگیریم و قسمی که صحبت های اینا را شنیدیم میریم جای دیگر و ما مهمان های همون تو ناخواسته هستیم دیگر. بله، خداحافظی را یک نیم دقیقه دا آهنگ بگیریم. آه یک خداحافظی میگیریم. رفتم زبرت آخرین گفتنی هایتان عمری صاحب برای ما و برای بیننده ها میتونه شریک بسازین. تشکر، بازم شما را خوش آمدید میگم. دیگه تبریکی در جریان هستین، در اواخر رمضان قرار داریم ما و شما، ایام عید نزدیک است. ما برای همگی عیدی خوب و خوش آرزومند هستم، به امید از اینکه صلح سرتاسری در افغانستان و به خصوص در ولایت سمنگان حاکم شود و از نیروهای امنیتی ولایت سمنگان ما تشکر و قدردانی میکنیم که ولایت سمنگان از جمله ولایت های تاپ و نسبتا امن است. ما نسبت به دیگر ولایات نگرانی کمتر در سمنگان داریم. مردم ما میتونن که از طرف شب و روز برایند در مارکت ها و در بازار خرید بکنن، برایند هر جای برن و دیگر دیش شب و روز شما در جریان هستین که فامیلا میبرن همراه خانمایشان، همراه دختراشان در شهر که باشین، میبرن برای خرید چیزایی که ضرورت دارن، تایف ایدی خود خرید ایدی خود میکنن. شما برای چی گفتنی دار؟ ما ایدی خوب و خوش برای همه گی آرزو میکنم. نگه روزای اید امید است که با شما سپری کنیم، شما بیاین ما پیش شما بریم و شما پیش شما بیاین. و یک خوشبختی دیگه ای است که سه روز عید طالبا آتش بس اعلان کردن و نگرانی کمتر است نسبت به گذشته ها، با امید از اینکه خشونت ها کاهش پیدا بکنه و مردم ما با خیال راحت و زندگی خوبتر به سر داشته باشن. آمین. تشکر. خب اما تحفه ای که شما آماده گرفتین، قسمی که ما میبینیم مچم لباس است، یک چیز بسیار بزرگ است. یک کف بزنین. اما یک تحفه ای که باید اینا، خب تحفه اصلی ما را اینا آج صاحب، تحفه اصلی ما را اینا هم تحفه ما را معنوی است. یک سب چپن است برای شما و همکارتان در نظر گرفتیم. برای از طرف ما اسماعیل خان، خب دو تا درآمد زیاد کشته، یکیش خوب براموز دیگه، یکیش که در کس بید. خب آقای سمنگانی امی توفه اصلی ما را اینا ندادن. توفه اصلی نقطه میگی؟ آه دیگه خب چیزی میده امی تو پوشیدیم دیگه ایره. آه جو جان دیگه نه دیگه آه در برنامه هرچی رمز و منصد ما قدر او ماشاءالله 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 او به افتخار عمری صاحب.